پس از 16 سال، دوره صدر اعظمی آنگلا مرکل در آلمان به روزهای پایانی نزدیک شده است. مرکل به طور مداوم در این 16 سال در میان قدرتمندترین زنان جهان قرار داشت، به طوری که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا از او به عنوان یک رهبر سیاسی برجسته در سطح جهان یاد کرده است. مرکل میراث پیچیده‌ای از خود بر جای گذاشته است. برخی سبک سیاسی متواضعانه او را که بر پایه اجماع عمومی قرار داشت، تحسین می‌کنند و ایده نیز او را فاقد توان یک رهبری جسورانه در قبال روسیه و چین دانستند. گام‌های کوچک تا صدر اعظمی. زمانی که مرکل پا به عرصه سیاست گذاشت، به سرعت ترقی کرد. او به حزب دموکرات مسیحی که اکثر اعضای آن را سیاستمداران مرد تشکیل می‌دادند، پیوست و در سال 1990 وارد پارلمان آلمان شد. او در سال 1991 به عنوان وزیر زنان و جوانان آلمان منصوب شد و همزمان سمت نایب رئیسی حزب را در اختیار داشت. آنگلا مرکل در سال 2000 رهبر حزب دموکرات مسیحی شد و توانست در سال 2005 در رقابتی بسیار نزدیک صدر اعظم آلمان شود. آن زمان عده کمی از او انتظار تغییرات گسترده داشتند و منتقدان گفتند دوره مرکل به عنوان نخستین صدر اعظم زن در آلمان دوام زیادی نخواهد داشت. اما این پیشبینی غلط از آب درآمد. طوفان در منطقه یورو. زمانی که بحران بدهی منطقه یورو در اواخر سال 2009 آغاز شد، مرکل به تلاش‌ها برای نجات یورو سمت و سو بخشید و در نهایت توانست به آلمان و منطقه یورو کمک کند تا این خطر جدی را با موفقیت پشت سر بگذارد. مرکل از این اتفاق به عنوان یکی از بزرگترین موفقیت‌های دوران صدر اعظمی خود یاد می‌کند. موج خروشان پناهجویان. یکی از برهه‌های تعیین کننده در زمان صدر اعظمی آنگلا مرکل مربوط به سال 2015 است، یعنی زمانی که تعداد پناهجویان ورودی به اروپا با افزایش قابل توجهی روبرو شد. بسیاری از این پناهجویان از مردم سوریه بودند که به دلیل جنگ داخلی در کشورشان راهی اروپا شده بودند. مرکل مرزهای آلمان را به روی بیش از 1.5 میلیون پناهجو باز کرد و به مردم کشورش گفت ما می توانیم این کار را انجام دهیم. هرچند رویکرد مرکل در قبال پناهجویان با مخالفت‌های در بین سیاستمداران اروپا همراه شد، اما تحسین‌های زیادی را هم برانگیخت. شیوع کرونا. با وجود اینکه همه‌گیری کرونا برخی ضعف‌های آلمان در کنترل این بیماری به خصوص در زمینه تزریق زودهنگام و گسترده واکسن را در مقایسه با برخی کشورهای توسعه یافته مشخص کرد، اما اکثر مردم این کشور رهبری مرکل در دوران همه‌گیری را مثبت ارزیابی کردند. رابطه با شرق و غرب. اگرچه آلمان از سوی آمریکا تحت فشار بود تا رویکرد سختگیرانه‌ای در قبال روسیه و چین داشته باشد، اما مرکل این سیاست را در پیش نگرفت. در عوض او همواره سعی کرد تنش‌های موجود با چین و روسیه را از موضوعات اقتصادی و تجاری جدا کند. در واقع مرکل همواره به بازگذاشتن مسیر گفتگوها با این دو کشور اعتقاد داشت. در نهایت دوران صدر اعظمی آنگلا مرکل دوران فراز و فرودها بود، اما به نظر می رسد که بسیاری او را به خاطر رویکرد عملگرایانه و تواناییش در ایجاد وفاق به خاطر خواهند آورد. برخی کارشناسان سیاسی معتقدند که تاریخ‌دانان در سالهای آتی درباره تأثیرات مرکل سخن خواهند گفت، اما به طور قطع خروج او به عنوان صدر اعظم آلمان پس از 16 سال خلأ محسوسی بر جای خواهد گذاشت.